یکی از بینندگان ما بعد از مشاهده جلسه مادران شهیدان قیام در نامه‌ای برامون نوشته که صدای مادران قیام آبان صدای مردم ایرانه، صدای شورش عصیانی شهیدانیه که جان در راه آزادی فدا کردند، صدای رسای آزادی خواهی مردم ایرانه. مادر پژمان، خدمت همه عزیزان، امروز تولد بردیا بوده. بردیای 3 ساله، رقیه 3 ساله، گریه کربلا مال 1400 سال پیش که گریه میکردیم، به سر و صورت میزدیم، یقه جر میدادیم. آبان خونین، کربلای ما شده آبان. این دخترمونه سودا، دختر ابراهیم، یتیم ابراهیم، دو طفلان مسلم، دو طفلان ابراهیم، سودا و سوگند. 18 ساله های کربلا، جوان 18 سالم، علی اکبر، علی اصغر، دم از ابوالفضل بی دست می زدید، امیر حسین، جوون 18 ساله‌ای که با لب تشنه با دست بریده به خاک سپردنش. 42 روز، 42 روز عذاب و عذاب و درد و درد و درد، بعدم با دست بریده زیر خروارها خاک خوابوندنش. همین آبان خودمونا، آبان 98، خیلی دور نیست. دمتون گرم، دست مریضات. ولی آسیاب به نوبت، امان از روزی که نوبت شماها بشه. ولی ما نمیتونیم بی غیرت باشیم، ما میگیم آسیاب به نوبت. ما اون دلو نداریم، اگه اون دلو داشتیم ما مادرامون بودیم، بچه هامون اینا نبودن. بچه های ما، بچه های این مادران، مادرای شجاع، مادرای قوی، مادرای محکم. گریه میکنیم، ناله میکنیم، ناراحتی میکنیم، چنگ به سر و صورتمون میندازیم، ولی زمانی هم که بلنشیم مشت محکم میکوبیم تو دهن اونایی که طرفداری میکنن، یقه جر میدن، اصلاح طلبا، اصولگراها. نه دیگه، تموم شد دیگه، کور خوندین، تموم شد اون زمان. مادرای آبان 98 میشه کابوستون، میشه کابوستون. هر یه مادر آبان 98 رو که ببینید به لرزه به تنتون بیفته، بگین اوه این مادر آبانه، این عجل ماه، این اسرائیل ماه. آبان یعنی سرنگونیتون، مادرای آبان یعنی سرنگونی شماها. رأی من مادر سرنگونیه، از هیچ خدایی هم ترسی نداریم. ما بعد از بچه هامون هیچ ترسی نداریم. این بردی هامونه، چقدر خوشگله. امروز تولدش بوده، تولد بردیه 3 ساله. 2 ساله به جای پدر قاب عکس پدر رو دست میگیره، براش دست میزنن. ای توف به غیلتتون، قاب عکس دستش میگیره، ما گریه میکنیم. خانم اختیاری عرض میکنم قرقر نکنید، لعنت بر اون پدرت که به ما میگی قرقر نکن. ورزشکارای بی غیرت، هنربندای بی غیرت، روز محاکمه شما میرسه، روز محاکمه شما میرسه. سودا الان دختر منه، من باباشم، بابای بردیام. مرد بودن به این نیستش که تو مرد باشی، قیافت مردونه باشه. وجود مردونه دارم، غیرت مردونه دارم، بیشتر از 100 تا مردی که ادعای مردونگی میکنن وجود دارم، جرأت دارم. مردونگی یعنی شرف. اون پرستویی یا اون یکی بقیه که میشینن حرف بزنن اسمشون مرده، شرف دارن؟ ندارن، شرفشون رو به این فروختن. ولی ما انتقام میگیریم. ما مادرای آبان کابوستون شدیم، کابوستون. نزدیک روز انتقام، روز انتقام به زودی، به زودی، به زودی باید ببینیم و بعدم بریم پیش بچه‌ها. ما زنده ایم به این امید، به امید این که
قیام آبان که با این شهامت و شجاعت هم فضای شورشی مردم ایران رو منعکس میکنن، هم خواست اصلی مردم ایران و رأی مردم ایران رو با این شهامت منعکس میکنن. و چقدر خوب گفتن که کابوس رژیم آخوندی هستند. واقعا آخوندها حق دارن که از این مادران بترسن، چون که این همینطور که توی این تصاویر هم دیدیم و تصاویر بسیار زیاد دیگه ای که توی این روزها در فضای مجازی دیده میشه از هموطنانی که شجاعانه و با شهامت میان حتی پشت همون تریبون ها و میکروفون هایی که خود ایادی حکومتی تبیه کردن تا به اصطلاح برای انتخاباتشون تبلیغات کنن، مردم میان توی همونها و خواست های خودشون رو با صراحت و با شفافیت و با ساده ترین کلمات بیان میکنن که خیلی هاشون هم از همین مادران الهام میگیرن. درود به شرف این مادران و همه این هموطنان. نمونه هایی رو میبینیم که البته مشتی است نمونه خرفار. درود به همه هموطنان عزیزم. من مادر جاوید نام رضا معظمی درزی از کشته شده های آبان 98 هستم. همراه و همسو با مادران دادخواه وطنم به حرمت خون به ناحق ریخته فرزند نازنینم رضا و همه کشته شده های آبان 98 هرگز به جمهوری اسلامی رأی نخواهم داد. شما بیا تو خیابون اعتراض کن، یا اغتشاشگر میشی یا کشته میشی میگیرن. دولت سوم نداره. و تنها رایی که میتونیم حرفمون بزنیم انصار رأی ندادنه. هر کی که رأی نمیده دست بزنه. چه انتخابات شرکت میکنی؟ نه. انتخابات شرکت نمیکنم. نه. دوست داری تو انتخابات شرکت کنی؟ نه. امسال نه. نه. تا حالا شرکت نکردم. من رأی اولی هم هستم. ولی رأی نمیدم. نه شرکت نمیکنم. خیر. دوست دارید تو انتخابات شرکت کنید؟ نه دوست دارم. اکثر افرادی که حالا در دانشگاه ما وجود دارن بسیاریشون علاقه من به شرکت در انتخابات نیستن. نفرین باد به خدای تو خامنه ای. نه خدا تو قبول دارم، نه قرآن تو. تو هیچی نداری، نه دین داری، نه خدا داری. هر کی هم رای بده، هر کی هم رای بده، به اون 1500 نفری که تو آبان کشتن ظلم کرده. کشور ما اصلا انتخابات معنی نداره. اون موقع هم اشتباه کردم و عذر میخوام. من از مردم ایران عذر میخوام که شرکت کردم توی رای گیری. نه خیر. نه. متاسفانه به خاطر اینکه اعتمادی به دولت مردا نداره. نه خیر. 58 سالمه هنوز من مستجرم. هنوز نون یومیه‌مون رو به زور در میاریم. من هیچ وقت رأی نمیدم، حتی بچه‌هام هم نذاشتم. یکی از ویژگی‌های نظام آخوندی اینه که خب در همه دوره‌ها همواره در خطر خودش رو احساس می‌کرد. هر کس که تاریخچه این رژیم رو دنبال کرده باشه می‌دونه که هیچگاه این حاکمیت ثبات نداشته. اما با این حال همواره ما شاهد هستیم که سران و کارگزاران رژیم از یک چیزی به اسم اقتدار و امنیت و ثبات دم می‌زنند. چرا؟ خب در این قسمت دکتر سینا دشتی با ما همراه هستند و با ایشون در این رابطه گفتگو خواهیم کرد. دکتر دشتی به برنامه ما خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و باعث افتخار من هست که در خدمت شما هستم. بفرمایید. خب آقای دشتی، در مقدمه گفتیم که ما همواره شاهد هستیم که این رژیم تمایل داره از یک چیزی به اسم اقتدار و قدرت خودش دم بزنه و بگه که در ایران خلاصه خبری نیست، همه چیز امن و امانه. حالا به نظر شما وضعیتی که در انتخابات نمایشی پیش اومده نشون دهنده چیز؟ این رژیم با این انتخابات و با این روند قضایی که تا الان پیش رفته در چه موقعیتی قرار داره؟ آیا باز هم میتونه اون اقتدارش رو حفظ کنه یا اصلا از اون اقتدار دم بزنه و این اقتدار چه پایه‌ای داره؟ عرضم به حضورتون اگه بخوایم راجع به اقتدار صحبت کنیم در این دوران، این مثل این بمونه که یک کسی پاهاشو جراحی کنه و توی سرش وایسته بگه من از ثبات بیشتری برخوردارم. اینقدر منطقه بحث این در این نقطه است. ما ببینیم شاخص اقتدار چیه؟ شاخص اقتدار یکی اینی که مردم به یک دولتی روی خوب نشون بدن، در انتخابات شرکت کنن و میزان کسی که شرکت میکنه در انتخابات یک شاخص اقتداره. دوم اینی که نتیجه انتخابات اون چیزی که هست باعث میشه که
طرف با دست پرتری در صحنه بین‌المللی یا در صحنه داخلی وارد عمل بشه و بگه خب من مثلا الان میتونم من این مسائلی که روی میزم هست رو بهتر حل کنم. خب شما نگاه کنید این وضعیت کاندیداها، وضعیت اسفار رژیم در این که میخواد یک خودش به قول خودش یک آدم بی سواد شش کلاس سوادی رو بخواد به عنوان رئیس جمهور کشور قالب کنه، این طرف همزمان عنوان یک عنصر نامطلوب در لیست‌های تروریستی و لیست‌های حقوق حقوق بشری جهانی قرار داره. خب اساسا این باش با کی میخواد صحبت میاد خودش رو به این ذلت بکشونه که بیاد در رابطه با ایران مثلا با بغلس رئیسی وایسه. اگه این دو شاخص رو بگیریم، یعنی اینکه چقدر مردم میخوان بهش رای بدن و چه دست بازتر در صحنه بین‌المللی خواهد داشت، به متوجه میشیم این چیزی بنام اقتدار اساسا وجود نداره، اتفاقا درست نقطه برعکسشه. یعنی پیامی جز ضعف و ترس از این رژیم نیومده بیرون. اینو حتی من امروز گوش دادم اخبار رادیو سوئد که از کشورهای بسیار مماشاتگر هست، این میگفت که اساسا چیزی به نام شرکت در انتخابات وجود نداره و این یک بحران جدی هست برای این حکومت. حالا آقای دشتی، ممکنه که برخی اینطور تصور کنن یا خود خامنه‌ای شاید این فرض رو گرفته که چون میدونه که فقط حاکمیتش رو با به اصطلاح ترس و رعب و اختناق میتونه نگه داره، حالا میگن رئیسی رو که آورده در این زمینه میخواد بیشتر مثلا ترس و اینا ایجاد کنه. آیا تو این زمینه به نظر شما موفق میشه بخواد اقتدارش از این طریق به وجود بیاره؟ خب وقتی خامنه این حرف رو زد، این مدتی که از زمانی که خامنه این حرف زد تا الان، خب شاخص بسیار روشنیه. ببینید خامنه اینو گفت که من میخوام یک انتخاباتی باشه که قطبی نباشه، پرشور باشه و با هم دعوا نکنیم. بعد یه جراحی عظیمی هم کرد و حتی افرادی مثل لاریجانی رو گذاشت کنار. الان در اون مدت که مثلا این ما شاهدش بودیم، بخوایم نمیخوایم قضاوت به اصطلاح ذهنی بکنیم، اون چیزی که شاهدش بودیم اینه که دعواهاشون بیشتر بالا گرفته، همدیگر رو در این مناظرهاشون حسابی خوب مالوندن، خوب از خجالت همدیگر در اومدن، همدیگر رو به عدم کفایت، دزدی، بیمسئولی، همه اینا متهم کردن. تازه وارد حیطه جدی هم نشد، ولی همونقدر که توی مناظرهاشون به همدیگه زدن کفایت میکرد. از اون برم خامنه ای در سخنرانی دیروزش با التماس و یک خواسته گرفت و دستش مردم به رای بدین. یعنی خود خامنه ای علی‌رغم اینکه دلش میخواد که این فرد سیگنال و علائم قدرت از خودش نشون بده، نتونسته. این طرف اصلا شده مایه استیضاح مردم و اینکه از شیوه صحبتش و از این چه که همه الان دارن براش جوک میسازن، هنوز نیومده وارد جوک بده. این اینی که یک انسان ضعیف جراحی شده از همه جاش داره ضعف میباره بخواد ادعا کنه که میخواد ماراتون مثلا 45 کیلومتری رو بدوه، هم چیزی نیست. اینو همه بله. پس این شما میگید که در واقع با همین نمایش انتخابات و همین مناظرهایی که تا الان گذاشتن بیشتر تضعیفش کردن، حتی همین خود رئیسی رو به طور خاص در اذهان مردم. و امروز هم که میبینیم شاهد هستیم که مردم خیلی روباز میان توی هم تو فضای مجازی، هم توی خیابون، هم دیدیم شاهد هستیم که خودشون علنا حتی علیه خود خامنه ای هم حتی حرف میزنن و نشون میده که در این زمینه، حالا این که شما میگید، خیلی موفق نبوده با این همه حرکتی که تا الان ایجاد کرده. حالا اگه بخوایم یک موضوع دیگر هم صحبت کنیم، چون اونجایی که شما به هر حال میدونیم دکتر هستید و توی این مدت هم خیلی شاهد بودیم که مسائل مربوط به کرونا رو پیگیری میکردید به طور خاص در میهنمون، میخوام بدم که چه تغییری خواهد کرد در این زمینه به نظر شما؟ به هر حال میدونیم که رژیم آخوندی تا الان که کارنامه سیاهی در مقابله با کرونا از خودش نشون داده، بعد از این انتخابات و با فرض اینکه رئیسی بیاد، آیا در این زمینه تغییری حاصل خواهد شد یا چیزی عوض میشه برای شما و روند چطور خواهد بود در این زمینه؟ به نظر من سیاست کلان هشدار ادامه خواهد یافت. هیچ چیزی دال بر این نیست که انتخاب این فرد یا هر کسی دیگه، اگر لافرض فرض کنیم کسی دیگه بیاد، تغییری در توانمندی رژیم برای مقابله با این بحران کرونا ایجاد کنه.
یا اینکه تسریع کنه یا بخواد گرهی از مسائل مردم باز کنه. اینان اینقدر این رژیم در این چند سال خودش رو با استفاده از کرونا به مثابه یک سلاح، یک جنگ شیمیایی و میکروبی علیه مردم ایران آغشته کرده و سیاستهاش گرفتن تلفات عمده از مردم بوده که در این نقطه همه ی جناهاش به هم جنایتکارن، به هم وصلن و همشون مسئول هستن در مقابل تاریخ. ولی هیچ نقطه ای نیست که بخوام احساس کنیم حتی به طور تئوریک یک نقطه عطفی باشه که با اومدن این جلاد یا یکی از دیگه بخواد تغییر کلی در این سیاست ایجاد بشه. متاسفانه ما با شرایط بسیار جدی روبرو هستیم، با گسترش ویروس ورژن دلتا در ایران در استانهای مختلف، و اینکه بخوان با توجه به مسائل تبلیغات انتخاباتشون اینو سرپوش بذارن، پروتکل رو رعایت نکنن، مردم رو جمع کنن تو جای مختلف، ما با یک اوج دوباره در این روبرو خواهیم شد. پس در واقع شما میگید که با همین برگزاری این برنامه‌هایی که توی جریان نمایش و تبلیغاتشون برگزار کردند، شرایط رو بدتر از قبل هم میکنند با این و چیزی بهبود پیدا نمیکنه، چرا که این سیاست کل رژیم آخوند است. به هر حال تشکر میکنیم از شما آقای دشتی که در این گفتگو همراه ما بودید. خیلی ممنون از توضیحاتتون و نکاتی که به ما گفتید. من به نوبه خودم تشکر میکنم و با واقعا از اینجا به مردم قهرمان ایران، به خانواده های گرانقدر شهدای آبان ماه در این مدت حرف مردم ایران در این 40 سال رو دوباره تکرار کردند که جز سرنگونی راهی برای این مردم نیست که بخوان از شر این مردا به مسائل راحت بشن و این رژیم باید با کلیت دارو بشه و به زبان تاریخ سپرده بشه. من واقعا با این مادران قهرمان درود میفرستم و از راه دور دستاشون رو میبوسم. خیلی ممنون از این وقتی که من دارید. ما شما در این درودها شریک میشیم و بینندگان عزیز، برنامه رأی ایران سرنگونی تا لحظه دیگر ادامه خواهد یافت. مردم ایران از همون قیام دیماه 96 شعار بسیار پرمعنایی رو سر دادند و گفتند اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. البته خامنه ای هم با سلاخی بی سابقه در همین جریان همین نمایش انتخابات تمام به اصطلاح اصلاح طلبان رو همراه با بسیاری از کاندیداهای باند خودش از زور خارج کرد. اما با این حال این روزها هنوز شاهد هستیم که برخی افراد از همین باند مغلوب همچنان میخوان از همین انتخابات و از این سیرک دفاع بکنند. مردم در خیابانها تحریم نمایش انتخابات را فریاد میکنند. مادران شهدا میگویند رأی ما سرنگونی است. زندانیان به تحریم انتخابات فراخوان میدهند. ایران یک پارچه نفرت از رژیم است. حال در چنین شرایطی عده‌ای از جنازه های سیاسی که خود را اصلاح طلب میخوانند، با وجود اینکه از نظام کنار گذاشته شدند، اما در کمال ذلت به پابوسی خامنه ای آمدند و میگویند برای حفظ نظام بیایید و رأی بدهید. مدیران رسانه‌های به اصطلاح اصلاح طلب هم به دم تکان دادن برای رئیسی پرداختند. راستی علت چیست؟ علت روشن است. اینها می‌دانند که طوفان سرنگونی در راه است و وقتی خشم مردم بجوشد، اصلاح طلب و اصولگرا خاکستر می‌شوند. به همین خاطر هم هست که در نهایت ذلت به عبای خامنه‌ای چسبیدند و این یعنی اعتراف به این واقعیت که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. خامنه هم دیروز نگرانی خودش رو از تحریم گسترده انتخابات نمایشی ابراز کرد. ولی فقیه ارتجا گفت مردم مرددند یا دلسردند. این را من اطلاع دارم که مردم سر مسئله معیشت، مسئله مسکن، مسئله اشتغال گلایه‌مندند و میگویند حالا خب مثلا شرکت کردیم چه فایده؟ البته مشخصه که خامنه‌ای و تمامیت رژیم به عواقب سنگین تحریم گسترده انتخابات به خوبی آگاه هستند. پس شاید جای تعجب نداشته باشه که در آخرین روزهای قبل از انتخابات اینطور شاهد التماس و درخواست‌ها از سوی بالاترین سران حکومت آخوندی برای تعدادی رأی از مردم هستیم. خامنه‌ای با مهندسی نمایش انتخابات
و قلقم مهره های خودی و نخودی میخواست از مردم ایران زهر چشم بگیرد. با آوردن رئیسی میخواست پیشا پیش مردم را مرعوب کند. سپاهیان و چماقدارهایش را به صحنه فرستاد تا این پیام را بدهد که تصمیمش را برای سرکوب مردم گرفته. اما مردم خیابانها را به فریادگاه تحریم نمایش انتخابات تبدیل کردند. پوسترها و بنرهای تبلیغاتی را سوزاندند و پاره کردند. مقاومت مردم ایران در فضای مجازی و حقیقی شعار و فریاد رأی من سرنگونی را فراگیر کرد و مادران شهدای قیام آبان هم همین فریاد را بازتاب دادند. نتیجه این که تا همین جای کار نه تنها مردم مرعوب نقشه های خامنه ای نشدند، بلکه مشت تحریم انتخابات را در دهان خامنه ای کوبیدند و کاری کردند که به جای اینکه خامنه ای برای سرکوب رجزخوانی کند، مدام به کسادی نمایش انتخابات می پردازد. این یعنی مشت تحریم انتخابات در دهان خامنه ای. خب پاسخ مردم ایران به برگزاری این نمایش انتخاباتی رژیم که خامنه‌ای مدعی رقابتی بودن اون هم شده خیلی جالبه، با وجود اینکه فقط 3 کاندیدا موندن هنوز مدعیه که رقابتیه. این روزها هم اما مردم تو کوچه و خیابون‌های شهر در سراسر کشور رأی خودشون رو خیلی علنی و واضح پشت تریبون‌هایی که بهشون دست پیدا می‌کنند اعلام می‌کنند. بیایید آقا بعد 42-43 سال دوباره رأی گیری بکنیم، ببینیم دوباره به جمهوری اسلامی ایران آری میگن یا نه. باریکلا. یه لحظه 11 فروردین 58 98.9% مردم آری دادن. با چه دیدی؟ الان آیا همون 98.9% میان دوباره بگن آره؟ نه. ببینین ما هم رأی دادیم، ما مادران همه رفتیم رأی دادیم، یه روز رأی دادیم سرنوشت بچه هامون رو درست کنیم، بچه هامون آینده خوبی داشته باشن توی ایران. اما ببین جای بچه ما کجا اومد؟ شرمنده هم که رفتم پای صندوق رأی دادم که الان بچه می بیام اینجا ببینم، بچه ای که 1000 امید و آرزو داشت. من هم مثل تمام مردم عزیز ایران در انتخابات گذشته مشارکت کردم که آینده بچه هم بهتر بشه. نتیجه شد این مهری که تو انتخابات شرکت کردم، اینم شناسنامه محمد عزیزم پسرمو باطل کردم. به ناحق و بیگناه پسر 19 ساله منو کشتن. من رأی نمیدهم و شرکت نخواهم کرد. رأی من سرنگونی این رژیم فاسد و جنایتکاره.